سلام، چطور جون دلم؟ من آرشم و به یه برنامه دیگه از کانال ریاکت مدیا خوش اومدید. بزن که بریم. امروز یه ویدیو جدید خیلی تیک تاکی و خفن براتون آوردم. این چرخ و فلکه است تو ژاپن معروف شده، ویدیوهاش هم تو اینستا پر شده. من یه دونه خفنشو براتون جور کردم و آوردم که اینجا ببینیم که اینا چه حرکتای جالبی میرن پیشم و ببینیم که این تاب خیلی خفن چی کار انجام میده. پس اگه دوست داری با من باشی، لایک و سابسکرایب رو بزن و بزن که بریم. بسر اینا، ببین هر وقت یه پیشنهاد خیلی خوب دارم براتون. اگه رفتید یه وقت مثلا خواستید اینا سوارشید، حتما برید پیش دختره بشینید، چون اتفاقای خیلی خوبی میفته. همینطور که میبینید اتفاقای خیلی ناز و خوشگل میفته. وقتی این دختره میاد پیتون پیتون میفته و روی شما قرار میگیره. پس این نصیحت رو از ما قبول کنید، از من. میکنم اینو ساختم برای اتفاقای عاشقانه، که اتفاقای خیلی عاشقانه در این تاب و هرچی اسمش هست رخ بده. یا دختره دیدید همینطور که دیدید وسط بود و او برای که رفتیم اومد تو بغله و یک اتفاق خیلی عاشقانه و احساسی قرار گرفت. خوبه اینگه داره پس بکن اینا قرار گرفته. این الان یه میکس خفه هم میخواستن بسرم که انگاه از اوناشه، از اونا که خیلی توشه. این الان خیلی توشه. آره اون توش نیست، یه چیز دیگه توشه. آره همون بستگی داره که شما چی بگیرید، ولی من میگم خیلی توشه. این خیلی توشه و داره اینجا میدوه دوره اینجا. وقتی میدوه دوره اینجا فکر میکنه خیلی حالیشه و بعد میبینیم که خداوند متعال و بزرگوار به فاک فناش بوده. بریم ببینیم. یکی گیش رفت روی برادر عزیز ما قرار گرفت و دک بازی کرد. شنبول دیدید که شنبولش رفت رو. اولش خیلی قد بود، گفت کی میخواد اینجا منو به زمین بندازه. بعدش دیدیم رفت رو داداش ما قرار گرفت و دیگه بقیه شد نمیگه.아니 이거 뭐 하는 거야? 뭐야 기도들이 있는데? 뭐야 신천지야? فکر نکنم اینقدر چیز داشته باشی که اینا دارن این میکنن. چیز خیلی خاصی نیست. ولی از یه نظر مثلا سخته که هیچی رو نداری بگیری، باید این نرده های پشت تو بگیری. خب پشتم خیلی سخته که آدم بتونه پشتشو بگیره. سرینا زبداری زنه. یه فکر کنم از قبل لیز بود. اگه نمیدونی لیز چیه برو تو بگیر سرش. پسره خیلی چیز بود، باستانی بود. یعنی باستانی نبود، خیلی چیز بود. دختر که افتاد گرفتش قشنگ، رانهای پاشو گرفت، قشنگ روناشو گرفت، از این فرصت استفاده کرد.
و به نصیحت من گوش کرد. این فکر کنم با من یه در ارتباطی داشته، با سازمان‌های جاسوسی آرش و ریاک مدیای ارتباطی داشته. یعنی از کجا می‌دونست که باید بره بغل دخترا بشینه و این روناشو درگیر خودش کنه؟ نه نای دن 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 دن. اوه اوه اوه، این فکر کنم رفته رو دورتون. ببین آره، عملیات فوق محرمانه رو انجام بده دیگه. اینقدر هم که اینایی میکنن نیست. اینا فکر کنم یکی از دلیلایی که میرن این کیک کاریر میکنن تیک تاکشونه. به این رفیقشون میگن رفیق بیا اینو بگی و از ما تیک تاک ضبط کن، میخوایم ویوهای میلیونی بگیریم. بعد میره یارو تو اونجا و این کارهای اینجوری میکنه. حالا مگه نمیتونی سر جات بشینی؟ چرا تصمیدی به میله؟ خب اینجوری کلمه ملخ خورده، نصف آدم بشین فوقش میفته دیگه. اینا نصفش فیک و ساختگیه و به دلیل تیک تاکه. من به دستور کانال ریاکت مدیا اینا رو چیز میکنم. آره انگاه هیچ اتفاقی واسه شون نمیفته، یا اگه هم اتفاقی واسه شون میفته از بس موش هستن هیچ نشون داده ای نمیشه، یعنی معلوم نمیشه. و همونجا تو اونجا بزرگ شده شون اینقدر. حالا الان میگید ای آرش تو از کجا؟ ای آرش تو از کجا میدونی؟ نه که مگه تو دیدی؟ نه من ندیدم. خیلی ها میگن که دول میشونم، اونا اتفاقا دیدن. بله حرکت کنگ فویی زد و دختره هم اینگاه خوشش اومده، رو خودش نگرش داشت. رقص های تیک تاک جنیفر لوپز گذاشته تو برنامه گاد تالنت تو رقصه. اینجا الله دست میزنه میگه ماشالله ماشالله خوب رقصی داری بیدی. سه تا ستاره سفید برای تو. ولی به نظر هم ایناش خوش ها که مثلا هم بریم با زون جا و همین تیشی سوالی هم. این فکر کنم احرامش دست یه آدم پوفیوزه، پوفیوز، و این برمیداره از غصب اینو و اینها رو به عذاب میذاره. فکر کنم یه آدم خیلی روانیه، روانی 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 هم روانی، و خلاصه لذت میبره از اینکه این دافهای زیبا و پسرهای دولموشی و باسنی میان اینجا و یه عملیات ها رو انجام میدن. و البته فکر بعد هم نکنی یخمینی، اینجا جایی برای همسریابی و دوست شدن دو زوج عاشق. خب امیدوارم از این برنامه خیلی لذت برده باشید. این تیک تاک های خفن رو من خیلی دوست دارم. اگه دوست داری تیک تاک های خفن بیشتری بیارم، لایک و سابسکرایب بزن، بلو اینا یادت نره، و تا ویدیوهای دیگر فعلا بدرود. خیلی داد زدم یه بار دیگه. تا ویدیوهای دیگر بدرود. این مسخال رو یادم رفت بیارم ولی بدرود. بلشون.